که گذشت کلی خبر عجیب غریب اومد بیرون، ولی بدون شک عجیب ترین خبری که اومد ساخت بازی Red Dead 3 بود. اگه میخوای بدونی که داستان چی بوده حتما تا آخرین ویدیو با من باش. پس به اپیزود جدید اتاق بازیمونم خوش اومدی. درگیر بازی کردن استارفیلدن. خب بازی بالاخره در دسترس قرار گرفت، نمره هایی هم که گرفته همشون نمره های خوبیه و نکته خیلی جالبم اینه که امتیازی که طرفدارها به این بازی روی استیم دادن از امتیاز منتقدها بالاتره. خب خودش هم یه نکته خیلی جالبیه، البته زیاد هم عجیب نیست. چرا؟ چون که بازی های بتستا کلن خیلی طرفدارای دو آتیشه داره. شما نگاه کن مثلا اسکایریم، فال اوت، دیگه کلن هر چیزی که بتستا میسازه تا سالهای سال توسط طرفدارهاش بازی میشه. ما همین الان هم شما توی تویچ که برید خیلی هستن که هنوز دارن اسکایریم رو استریم میکنن و کلی هم بیننده دارن. حالا این نکته خیلی جالبی که بچه‌ها توی این هفته من دیدم در اومده، خب ما میدونیم که بازی استارفیلد روی پی سی اومده و مادسازها هم دارن مادهای عجیب غریبشون میسازن و بامزه ترین مادی که خود من دیدم این بودش که لوگوی اول بازی با لوگوی پلی‌استیشن استودیو جابجا میشه و همون لوگو هستش که اول بازی انحصاری سونی میاد پلی‌استیشن استودیو اون میادش، که برای خود منم خیلی جالب بود. واقعا خدا کنه که یه روزی برسه که این جنگ کنسول تموم بشه. الان خود من که مثلا ایکس باکس ندارم بخوام رو راست بگم خیلی توی کف استارفیلدم، کاری هم نمیتونم بکنم بجز اینکه برم یه دونه ایکس باکس سری بخرم که احتمالاً هم این کارو باید انجام بدم. بعید میدونم که اصلا کسی وجود داشته باشه که منتظر جی تی ای 6 و خبرایی که لیک میشه در مورد این بازی نباشه، ولی توی هفته پیش بچه‌ها یه خبر خیلی جالب در اومد از یه منبع خیلی موثق که معمولاً هم خبرایی که میده سند و مدرکه که بعداً هم به واقعیت تبدیل میشه. اونم اینه که راکستار ساخته بازی Red Dead 3 رو شروع کرده. تا داشت هندونه چند تا برمیداری؟ جی تی 6 رو که 10 ساله داری میسازی رو تحویل ما بده؟ حداقل یه تریلر ازش به ما نشون بده، یه چیزی بگو، بعد برو Red Dead 3 رو شروع کن. ما هنوز تاریخ دقیقی برای عرضه جی تی 6 تاریخ چیه؟ ما هنوز تریلر از این بازی ندیدیم، بعد تو رفتی Red Dead 3 رو داری میسازی؟ حالا نکته جالبتر که این وسط اتفاق میفته بچه‌ها اینه که داستان Red Dead 3 قراره تو چه دوره‌ای اتفاق بیفته. خب ما میدونیم که Red Dead 1 یه جورایی پایان عصر وحشیه و Red Dead 2 هم برای اینکه بتونه داستان رو ادامه بده اومده پریکول به این بازی ساخته. بعد الان شما Red Dead 3 رو دقیقا میخواد چه داستانی رو بگی؟ البته ایده که زیاده، مثلا میتونه بیاد بگه که داستان قبل از Red Dead 2 رو بگه، یعنی میشه پریکول، یعنی مثلا داستانی که مثلا چی شد که آرتور و جان و مثلا اینا از ولنتاین فرار کردن و اول بازی بود که توی کوهستان برف بود و اینا. البته از بلک واتر فرار کردن و توی ولنتاین مستقر شدن. بیاد بخوام مثلا داستان اونو بگه، ولی خب میگم خیلی پریکوال تو پریکوال میشه و از اون عجیب ترینه که بازی کی اصلا قرار بیاد. این شما الان این بازی رو دست گرفتی سال 2030 دیگه، زودشه دیگه سال 2030 بیاد دیگه، اصلا معلوم نیست کره زمین اون سال هست نه نیست. با این گرم شدنی که داره پیش میاد اصلا واقعا ممکنه کره زمین تا اون موقع اصلا نابود شده باشه. میگم خیلی عجیب بود، ولی گویا این اتفاق داره میفته و مدارکی که به دست اومده دال بر اینه که این بازی به هر حال در حال ساخت. تو هفته که گذشت بچه‌ها آخرین آپدیت سیفو هم اومد. خب من سیفو رو خیلی بازیشو دوست داشتم خدا وکیلی، ولی به استاد شیپو واقعی نمیرسه و هیچ وقتم نتونستم آنچنان که باید و شاید وقت بذارم روی این بازی. خب با اینکه کد بازی رو سازنده‌ها برام فرستاده بودن یه بار همینجوری هول‌هولی تمامش کردم، خیلی هم مردن توی اون دستی که تمامش کردم، ولی خب یعنی هول‌هوش یه سالی هم میشه که اصلا دست نزدم به بازیش، ولی خب توی این مدت گویا کلی آپدیت براش اومده، کلی آرینا برای این بازی اومده، کلی مود جدید برای این بازی اومده و خب متاسفانه من هنوز دست به این بازی نزدم.
کردم و خب هفته پیش بود که آخرین آپدیت رسمی برای این بازی اومدش که یه چند تا آرینا مسکه به این بازی اضافه کرده که واقعا خیلی دوست دارم برگردم و دوباره سیفو رو بازی بکنم. حتما تو کامنت ها برام بنویسین که دوست دارین که مثلا یه لتس پلی توری از سیفو براتون بذارم و این آرینا و مودای جدیدی که به بازی اضافه شده رو اضافه شده رو انجام بدم یا نه. یه اتفاق خیلی باحال دیگه هم که بچه هفته پیش افتاد، سایت IGN یه گیم پلی 12 دقیقه از آلن ویک 2 رو نشون داد که خب همه چی هم قابل پیش بینی بود، گرافیک همه چی خدا بود. نمیدونم چرا من خودم حس خوبی به نسبت به این بازی ندارم، البته این بازی که دارم میگم کامل، یعنی این حسی که دارم میگم کاملا شخصیه و هیچ ربطی هم به گیم پلی این بازی و گرافیکش نداره. خب همونجوری که قبلا هم تو ویدیوهای قبلی گفتم که آلن ویک 2 اولین بازی تریپل ای خیلی مهمیه که نسخه فیزیکی نخواهد داشت، یعنی چه روی کنسول و چه روی کامپیوتر شخصی تنها راهی که میتونید این بازی رو تجربه بکنید دیجیتالیه، که خب برای خود من خیلی حالگیریه. خود من کسی هم که علاقه به جمع کردن دیسک و کلکسیون دارم و اینکه یه جوری میشه گفتش که دیگه داره تقریبا عصر بازی های فیزیکی تموم میشه و آلن ویک 2 هم یه جوری اولین بازی خیلی بزرگیه که قرار نیست نسخه فیزیکی داشته باشه. ای خدا بگم چیکارت کنه، ای خدا آینه تلسم. خب دیگه فکر میکنم که دیگه همتون میدونید که من چقدر به کنسول سویچ علاقه دارم. خیلی باحال سویچ بچه ها، هم میتونید به عنوان یک کنسول خونگی ازش استفاده بکنید، هم میتونید به عنوان یک کنسول قابل حمل ازش استفاده بکنید و یه سری شایعه حالا داره توی این بین به گوش میرسه که تو گیمز کامی که 2-3 هفته پیش بودش توی آلمان برگزار شد، آره همون گیمز کامه، شایعه ها میگه که نینتندو به یه سری از خبرنگارها و دیولوپرها پشت درای بسته نینتندو سویچ 2 رو نشون داده. حالا این که چرا نیومده معرفیش کنه و اینا رو من نمیدونم، ولی اونجوری که شایعه ها داره به گوش میرسه اینه که این کنسول قراره که توی سال 2024 احتمالاً اواسط سال 2024 در دسترس گیمرها قرار بگیره. خب عادی هم هستش بچه ها، ما از سال 2017 که سویچ رو داریم و امسال هم که دیگه تموم بشه این کنسول الان 6 سالش میشه و معمولاً رسماً این بوده که تو سال 7 کنسول جدید عرضه بشه که سال 2024 هم دقیقا همین ساله و احتمال خیلی زیاد 90% 99% به بالا سویچ بعدی یا کنسول بعدی نینتندو تو سال آینده عرضه میشه. حالا اینکه خیلی بحث زیاده که قدرت این کنسول چجوریه، آیا مثلا اندازه یه پلی‌استیشن 5 یا ایکس باکس سری قدرت داره یا نه، که خب من خیلی بعید میدونم، یعنی بعید که نه تقریبا غیر ممکنه، ولی یه سری شایعه ها داره به گوش میرسه که سویچ نسل بعد قراره که از آنریل انجیل 5 پشتیبانی کنه و اصلا دمایی که به خبرنگارها و دیولوپرها پشت درای بسته نشون دادن همون دمایی بودش که اول پلی‌استیشن 5 دمای ماتریکس بود که برای پلی‌استیشن 5 اومد با آنریل انجیل 5 ساخته شده بود که خیلی هم سرصدا کرده بود، همون دمو رو روی سویچ نسل بعد ران کردن که خب این میتونه خبر خیلی خوب و امیدوار کننده باشه، چون که پشتیبانی از آنریل انجیل 5 میتونه خیلی کمک بکنه به سازنده های بازی که بازیشون رو به مراتب و راحت‌تر پورت کنن روی این کنسول و همین موضوع میتونه نشونه این باشه که کنسول قدرت همچی بدی هم نداره و تقریبا میشه گفتش یه چیزی بین پلی‌استیشن 5 و پلی‌استیشن حالا مثلا اون وسط مسطا در اندازه یه وان ایکس یا حداقل در اندازه یه سری اس قدرت داره، که خب این خیلی خبر خوبیه. خب بچه‌ها اینم از خبرهای این هفته، حتما تو کامنت برام بنویسید که کدوم یکی از این خبرها شما رو خیلی بیشتر هیجان زده کرده و اگه ویدیو رو تا اینجا دیدی لایک فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. وای مادر چرا یعنی نینتندو هم میخواد از ماتریکس فرار کنه.